زندگینامه استاد واصف باختری. استاد واصف باختری شاعر، نویسنده، مترجم، منتقد و پژوهشگر نامبردار حوزه زبان و ادبیات فارسی در 24 حدود سال 1321 هجری خورشیدی در شهر مزار شریف در ولایت بلخ چشم به جهان گشود. دوره ابتدایه را در لیسه باختر شهر مزار شریف و صنوف دهم و یازدهم را در لیسه حبیبیه در شهر کابل خواند و سند فراغت را در سال 1341 خورشیدی از لیسه باختر شهر مزار شریف به دست آورد. استاد واصف باختری در سال 1345 هجری خورشیدی از رشته زبان و ادبیات دانشگاه کابل گواهینامه لیسانس گرفت و در همان سال در دیپارتمنت دری ریاست تألیف و ترجمه وزارت معارف کارش را آغاز کرد. در سال 1353 هجری خورشیدی برای تحصیلات عالی به امریکا رفت و در سال 1355 هجری خورشیدی پس از به دست آوردن گواهینامه ماستری در رشته تعلیم و تربیت از دانشگاه کلمبیا از ایالات متحده آمریکا به افغانستان برگشت و دوباره در ریاست تألیف و ترجمه تا سال 1357 به کار خود ادامه داد. استاد واصف باختری در میزان 1357 زندانی شد و در جدی سال 1358 از زندان رها شد و دوباره تا سال 1361 به عیس ویراستار در ریاست تألیف و ترجمه وزارت معارف به کارش ادامه داد. از سال 1361 تا سال 1374 در اتحادیه نویسندگان افغانستان در سمت‌های مدیریت بخش شعر، مدیر مسئول مجله شوندون و منشی دارالانشای اتحادیه کار کرد. او همچنان در طول این سالها در آموزشگاه اتحادیه نویسندگان افغانستان تدریس می کرد. استاد واصف باختری، مدیر مسئول بنیاد فرهنگی افغانستان، عضو گروه رهبری کانون حکیم ناصر خسرو، عضو شورای مرکزی انجمن فرهنگی خوشحال خان و عضو هیئت رئیسی اتحادیه ژورنالیستان افغانستان بوده است. 7 اجلاس حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی و 6 اجلاس عمومی کانون حکیم ناصر خسرو بر ریاست او برگزار شد. او بیشتر اسناد اساسی، پیام‌ها و آیین‌نامه‌های انجمن نویسندگان افغانستان را او نوشته و آیین‌نامه بسا از کانون‌های فرهنگی به وسیله او نگارش یافته‌اند. از واصف باختری بیشتر از 20 عنوان کتاب در زمینه‌های سرایش و ترجمه شعر در اوزان کلاسیک و نیمایی و آزاد و مقالات فلسفی، پژوهش‌های ادبی و فلسفی، ترجمه شعر، ترجمه مقالات فلسفی و ادبی و صدها مقاله چاپ شده است. واصف باختری به زبان‌های انگلیسی و عربی آشنایی دارد. از زبان انگلیسی مقاله ها و شعرهای فراوان را به فارسی برگردان کرده و نیز شمار از شعرها و داستان‌های فارسی را به انگلیسی ترجمه کرده است. شمار از شعرهای او به زبان‌های انگلیسی، روسی، چکی و آلمانی نیز برگردان شده اند. استاد واصف باختری از سال 1375 تا سال 1380 در پاکستان زندگی می کرد و از سال 1380 بدین سو در ایالات کالیفرنیای امریکا زندگی کرد. استاد واصف باختری از نخستین شاعران بود که دستور عملهای نیمایی را در عرصه شعر به صورت درست به کار بست. شعر بیشتر از شاعران جوان از شعر وی تأثیر پذیر است و وی را به عنوان استاد یاد می کنند و ناگفته نباید گذاشت که
برخی از شاعران نام‌آور شعر امروز افغانستان در پرتو مشورت‌های استاد باختری به کمال رسیده‌اند. استاد واصف باختری در عرصه‌های دیگر چون ترجمه، نقد و نظرپردازی دست بالای داشت. استاد واصف باختری از حس و خیال بلند شعری برخوردار بود، چنانچه که در این سروده‌اش بی ارزشی و کوتاهی عمر آدمی را به تصویر می کشد و می گوید: یک چند در این بادیه بودیم و گذشتیم، با داس هوس خار درویدیم و گذشتیم، تا چشم اجل را دو سه دم خواب رو باید، افسانه بیهوده سرودیم و گذشتیم. چون صاعقه در دفتر فرسوده هستی، نامی بنوشتیم و زدودیم و گذشتیم. ای سیل بر این مشت خس و خار چه خندی، ماییم که رای تو گشودیم و گذشتیم. دیباچه امید به فرجام نپیوست، دیباچه امید به فرجام نپیوست، یک سطر بر این صفحه فزودیم و گذشتیم. خاموشی ما پاسخ آوازگران است، وان را که سزا بود ستودیم و گذشتیم، وان را که سزا بود ستودیم و گذشتیم. آره، انسان والا به عالم بالا پیوست و ما مرور می کنیم روایت بودن و نبودن را، و سرانجام ستون فقرات ادبیات کشور فرو ریخت. روز سه شنبه تاریخ 20 جولای 2023 میلادی، این شاعر نام‌آور و پرآوازه افغانستان جهان فانی را وداع گفت. مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جست، مرد چو جاوید گشت مردنش آسان کجاست، مرد چو جاوید گشت مردنش آسان کجاست. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. روح و روان این شاعر پر آوازه شاد و یادش گرامی باد.